ما داریم با فکرهای من ذهنی نخواهیم تونست حل کنیم مگر هر کسی در درون با او آشنایت پیدا کنه و از خرد او استفاده کنه و جمعا هم مای خرد کلی خداگونه داشته باشیم و این کار مستلزم توجه به اینه که این عالم فانیه و همینطور همانیدگی های مرکز من آفلند این که من من ذهنی رو یه چیز جامد و محکم مثل آهم میدونم اینطوری نیست مردم معمولا با چیزهای ثابت و پایدار همانیده میشن مثلا با زمین زمین از بین نمیره فکر میکنم با زمین یا ساختمان همانیده بشن این دیگه این همانیدگی خیلی محکم و از بین نمیره غاستین زمین که از بین نمیره پس منم از بین نمیرم یعنی من ذهنی من فانی نیست نه این عوض میشه اگر چیزی از این جهانه بقا نداره میگه بقا ندارد عالم اگر فکر میکنی چون با همانیدگی های پایدار آشنا هستی هم هویت هستی تو باقی خواهی موند نه بیا درست فکر کن فناش شیر فرض کن فانیه برای اینکه هر چیزی که به ذهن تو میاد و در مرکز تو قرار میگیره محرم جاودانگی تو نیست این اصلا نمیفهمه که جاودانگی در یه جای دیگه هست اصل ما جاودانه هست پس اصل ماست هوشیاری ما جاودانه است نه هوشیاری جاودانگی خودش رها کنه پایداری خودش رها کنه ثبات خودش رها کنه بیاد به چیزهایی که به نظر میاد اینا پایدارن به اینا بچسبه و اینا رو اینا که خودش قرار بده و فکر کنه که من ذهنی جاودانه درست کرده نه اگر هم نمیتونه قبول کنه که من ذهنی تو فانیه تو بیا فرض کن فانیه چه فرخ است رخی کوشهید را مات است چو خوش لقا بود آن کس که بی لقای تو نیست ز زخم تو نگریزم چه سخت خام بود دلی که سوخته آتش بلای تو نیست دلی که نیست نشد روی در مکان دارد دلا مکانش برانی چه رو که جای تو نیست چه خوش چه مبارکه به به چه اتفاقات خوبی براش خواهد افتاد اون رخی که اون صورتی که یا در شطرنج رخی که یه کسی رخ داره مثل رخ میخواد بزنه بازی کنه بازی نکنه به که من مات شاه هستم من خودم نمیخوام نشون بدم به عنوان من ذهنی که من مثل رخ میتونم بزنم نه نمیزنم ما مات شاه هستیم و خوشلگاه یعنی خوش صورت خوب روی خوش دیدار میدونین لقا به معنی صورت هست همطور به معنی دیدار هر دو هم معمولا در مورد خداوند به کار میره و خوشلقا اگر به انسان اطلاق بشه معنیش این است که در اون لحظه انسان به خداوند زنده هست روی او روی خداست چه فرخ است رخی کوشهید را مات است شما از خودتون بپرسین در این لحظه به عنوان من ذهنی بلند میشین مقاومت میکنین قضاوت میکنین یا مات شاه هستید در این شطرنج جهان بپرسید آیا شما خوش لغا هستید لقای او را دارید دیدار او را در این لحظه با فضاگوشایی دارید با مرکز عدم دارید اگر دارید حتما از های او فرار نکردید چرا؟ برای اینکه غذا و کنفکان در این لحظه همانیدگی رو به شما نشون میده از شما میخواد اینو به اندازه. یا از شما میگیره رابطه شما دردناک میشه یه چیزی برای شما درد ایجاد میکنه معنیش این است که شما با چیزی یا کسی همانیده شدین که برای شما درد ایجاد میکنه اینو باید بندازین این رابطه بر اساس عشق نیست ز زخم تو نگریزم یعنی خداوندا اگر در این لحظه یه همانیدگی رو نشانه گرفتی و من دردم داره میاد من میخوام این درد رو تبدیل به درد هوشیارانه بکنم و این همانیدگی رو بندازم این پختگی منه اینو تو میخوای اگر این کار رو نکنم بس سخت کودنم خامم نپختم بالغ نشدم که این دل من که فعلا من ذهنیه مثل سوخته در آتش شناسایی تو در آتش ش... تابش عشق تو نمیسوزه مثل اینکه من ذهنی ما مثل سوخته است سوخته میدونی یه چوبیه که بسیار قابل اشتغاله در اینجا هم میفروشن همه جا سوخته و میتونی بخری کبریت که میکشی اون سوخته فورا مشتعل میشه در نتیجه هیزم روش میذاری آتش روشن میشه این من ذهنی شما هم سوخته باید عمل کنه تا کبریت خداوند رو دید فورا آتش بگیره بسوزه اون موقعی شما طرف کبریت کشنده هستین یعنی فضای گشوده هستید یا ناظر من ذهنیتون هستید و میدونین آتش بلا میاد همه ما باید بدونیم ما داوطلبانه طالب این کار هستیم که همانیدگیمونو رو بشناسیم و بندازیم وقتی این لحظه همانیدگی میاد به مرز دید ما و آگاهی ما ما باید بندازیم ولی اون درد حوشیارانه زیاد داره درد رو تبدیل کنیم به درد حوشیارانه یه هفته ده روز بیست روز درد بکشید این تمام شد همانیدگی تمام شد خیلی از روابط انسانی بر اساس همانیدگی است اگر شما به حرف های امروز مولانا گوش بدید شما آقا خانم اگر جوان هستیم وقتی طرف مقابل رو میبینیم فورا اون رو به مرکزتون و هزار تا به اصلا محسنات برای او قائل بشید و عاشقش بشید این عشق نیست این همانیدگی است توجه کنید به این موضوع تا یه چیزی میاد مرکز شما وایستا وایستا بیچاره خواهم شد این رابطه باید بر اساس عشق و آگاهی باشه ببینیم آیا همچو چیزی اصلا بین ما هست یه عشقی در درون من بلند شد این عشق من ذهنی منه که میخواد یه چیزی رو برداره مال خودش بکنه میگه این مال من این همانیدگی است بیشتر عشقه ها اینطوریه که دنبالش درد حتی اون طرف اصلا نمیدونه ما باش همانیده هستیم ما درد منو میکشیم کاری نداریم با اون اونم نمیدونه این درسته ز زخم تو نگریزم چه سخت خام بود آقا اینقدر نباید خام باشیم ما خانم نباید اینقدر خام باشیم اگر شدیم الان اون همانیدگی مثل سوخته عمل کنه وقتی میکشی عقب و فضا رو باز میکنی این هوشیاری میاد بذار اینو شناسایی کنی بنداز بذار آتیش بگیره هر دلی که نیست نشد فنا نشد مولانا اجازه نمیده قناعت نمیکنه که شما حالا سه ماه یه بار یه همانیدگی کوچولو رو حالا ما انداختیم و حالا ببین بعدا چی میشه اینطوری نیست میگه دلی که نیست نشد یعنی کل این دل همانیدگی رو یه جا شما میتونید بسوزونید ایشون اینو میگه شیر حالا که مولانا میگه دیگه چاره نیست هر شیش ماه یه بار ما یه همانیدگی رو شناسایی میکنیم میاندازیم حالا ببینیم چی میشه حالا من ذهنی رو هم ادامه میدیم و حال یه جایی میرسیم ما اینطوریه دلی که نیست نشد روی در مکان دارد دلی که فنا نشد میخواد جسم بشه لحظه به لحظه میخواد جسم بشه میل به جسم بودن داره مکان بودن داره اون موقع خداوند از لامکان اونو میرانه برو باید از جنس من بشی بیای اینجا نمیشه همانیدگی در مرکزت باشه بیای پیش من یا از جنس من بشی یا به من زنده بشی این ابیات واضحه و این بیت هرچی صورت می وسیلت سازدهش زم وسیلت بهر دور اندازدش یعنی صورت یعنی هر چیزی که نشون میده و میتونه ابزار یا وسیله قرار بده سبب هرچی رو که من ذهنی ما وسیله قرار میده که با خداوند تماس بگیره از همون وسیله بحر یکتایی دریای یکتایی خداوند ما رو دور میاندازه میگه ها این وسیله رو شما باید فنا کنید پس این وسیله هایی که من ذهنی ما به کار میبره تا به خداوند برسه اینا هیچ کدوم کار نمی کنند برای اینکه اینا وسیله های جسمی هستند بله این سه بیت هم زیباست هستی در نیستی بتوان نمود مالداران بر فقیر آرند جود آینه صافی نان خود گرسنه است سوخته هم آینه آتش است نیستی و نقص هر جایی که خواست آینه خوبی جمله پیش هاست مولانا بر سوخت را اینجا معنی کرده تکه چوبی که در میان دیگر چوب ها می نهند تا با سنگ آتش زنه بران زنند و آن را روشن کنند یه تیکه چوبی که قابلیت اشتعالش بالاست تا کبریت می زنی شعله ور و این من ذهنی شما موقع سوخته میشه که واقعا شما آرزومند و طالب حقیقی انداختنش باشید یعنی شما جد و جهت میکنید به هر دری میزنید این من ذهنی رو فنا کنید و فضا رو باز میکنید بالاخره خوش میشه این چون هر موقع فضا گشایی میکنیم انرژی رو به عنوان زندگی زنده روی خودمون نگه میداریم توجه نگه میداریم در نتیجه من ذهنی به اصلا اون نمیش از دست میده نمیش از دست میده یعنی چی؟ یعنی خوشایندیشو از دست میده این که به نظر ما میاد خیلی دل رو و چقدر درست میگه اینو از دست میده حرفاش دیگه برای ما خوشایند نیست ما ما به عنوان زندگی زنده و فضای گشوده شده حرف های من ذهنی رو نمیخریم میفهمیم این فکرهای من ذهنی من احمقانه است در تعارض خیلی حرفه هاش اینجا این چیز رو میگه اونجا اون چیز رو میگه اینا با هم نمیکنند اتاق اتاق کرده زندگی رو اینجا اتاق عرفانه اینجا صحبت میکنیم که آقا نباید دروغ بگیم نباید انتقاد کنیم بعد یه جای دیگه یه اتاق دیگه میریم دیگه دروغ آزاد میشه انتقاد آزاد میشه چه میدونم همه چی آزاد میشه این اتاق از اون اتاق خبر نداره اینجا اتاق دین عرفان اونجا اتاق بازار و کسب و تجارت و سودجویی اونجا باید پرهیز کرد حرفهای خوب زد اینجا باید یه کار دی... اینطوری نیست این من ذهنی رو اگه وقتی اینطوری دیدیم شما میفهمین که این داره به اصلا شما رو داره فریب میده این شما نیستین شما نباید اینطوری باشید این, این منافق این حرف میزنه عمل نمیکنه اون موقع گرایش شما به این من ذهنی کمتر میشه نمیتونه شما رو جذب کنه اون که دیگه دلتون میسوخت